سوز و گداز معاون قضایه خامنه ای از بسته شدن هشت هزار حساب تویتری اطلاعات آخوندی و نگاهی به سو استفاده های حکومت آخوندی از شبکه های اجتماعی برای شیطان علیه مجاهدین و زمین سازی های تروریستی جواد لاریجانی حدود هشت هزار کاربر ما به علت اینکه مسائل یمن را می از توییتر و امثال اینها اخراج شدند جواد لاریجانی از معاونان قضای خامنه ای به سوء استفاده حکومت آخوندی از شبکه های اجتماعی برای پیش بردن اهداف این دیکتاتوری تروریستی از جمله در رابطه با کشورهای منطقه از آن کرد. وی با اشاره به بسته شدن هشت هزار حساب تویتری ماشین سایبری رژیم آخوندی توسط مؤسسه توییتر گفت یعنی ما امروز مواجه با یک وضعیتی هستیم که بهمنوار چیزایی که لیبل اطلاعات دارن به جلو اطلاعات میگیرن این کاملا ضد حقوق بشر ما اتفاقا در همین مورد به کمیته مربوطه در سازمان ملل چندین پیشنهاد دادیم حالا این یه قسمتشه از اون قسمت دیگه بگم تقریبا حدود 8000 کاربر ما به علتی که مسائل یمن رو مینوشتن از توییتر و امثال اخراج شدن شایان ذکر است که در روز 25 مهر 97 شرکت توییتر یک میلیون و صد هزار از توییت های فاشیزم دینی حاکم بر ایران را منتشر کرد که قبلا حسابهایشان به دلیل سوء استفاده هماهنگ بسته شده بود. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ 8 آبان 97 تحت عنوان توییت های افشا شده زمین سازی آخوندها برای تروریسم علیه مقاومت نوشت انتشار بخشی از توییت های ماشین سایبری رژیم آخوندی از سوی مؤسسه توییتر بار دیگر این حقیقت را که مقاومت ایران همواره تاکید کرده است به اثبات رساند که منشأ اصلی هرگونه خصومت و شیطانسازی علیه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران فاشیسم دینی است رژیمی که تنها راه نجات خود را از سرنگونی محتوم نابودی همین مقاومت می داند. این توییت ها که از ابتدای سال 2018 یعنی بلا فاصله پس از شروع قیام ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است نشان می دهد که رژیم آخوندها به موازات تشدید سرکوب در داخل ایران تلاش کرده است با افزایش چشمگیر در ابعاد شیطانسازی و دروغ پردازی در خارج از مرزهای ایران نیز برای تروریسم علیه مقاومت زمینه سازی کند. یک در ماه شهریور شرکت توییتر 770 حساب توییتری متعلق به رژیم ایران را بست و اعلام کرد که آنها حسابهای جعلی جهت تبلیغات دولتی و پخش اطلاعات و تبلیغات دروغ است. همزمان شرکت های فیسبوک و اینستاگرام و گوگل نیز حسابهای مشابه مربوط به رژیم ایران را بستند. شرکت توییتر در هفته اکتبر 2018 تویت های این 770 حساب را که یک میلیون و عدد می شد همراه با عکس ها و فیلم هایی که زمیمه تویت ها بود به صورت سرجم منتشر کرد. دو هرچند توییتر آن دسته از حساب های رژیم را بسته است که اساساً در صدد دخالت و تأثیر در انتخابات آمریکا بوده اند، اما در این میان شمار قابل توجهی از این توییت ها به پخش اطلاعات دروغ و شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران اختصاص یافته است. حساب های بسته شده البته بخش ناچیزی از ماشین دروغ پردازی و فریبکاری رژیم را برملا می کند. وانگهی توییت های افشا شده اینن در بسیاری دیگر از حساب های توییتری رژیم آخوندی موجود است که همچنان فعال هستند. و بسیاری از آنها کماکان وانمود می کنند که ارتباطی با رژیم ایران ندارند. سه. بیشترین بخش از توییت هایی که به سازمان مجاهدین مربوط می شود به زبان فارسی و سپس به زبان های انگلیسی، عربی، اسپانیولی، فرانسوی، آلبانیایی و پشتوست. این توییت ها از سال 2012 شروع شده و سپس در سالهای 2017 و 2018 ابعاد کلان پیدا کرده است به نحوی که تعداد توییت های 2018 از جمع توییت های منتشر شده در 6 سال قبل بیشتر است چهار توییت های افشا شده این حقیقت را به خوبی روشن می کند که رژیم برای قالب کردن دروغهایش از پوشش خبرنگاری و خبرنگاران دوست استفاده می کند. پست 17 اکتبر نوشت اطلاعات جدید توییتر نشان می دهد که کاربران رژیم ایران تحت عنوان خبرنگاران خارجی خود را پنهان کرده بودند تا پیام های سیاسی را در اینترنت پخش کنند. از این پیشتر مجاهدین در نامه های دهم ده و سیزدهم اوت به کانال چهار تلویزیون انگلیس و در نامه 22 اوت 2018 به الجزیره انگلیسی و همچنین در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا به تاریخ 19 سپتامبر سناریوهای کثیف دیکته شده از سوی وزارت اطلاعات به شبکه خبرنگاران دوست را با جزئیات و همراه با اسناد و مدارک و اسامی مستخدمان به کار گرفته شده فاش کرده بودند. دشخین فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات آخوندها در 18 تیر 1396 در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود وزارت اطلاعات برای جمع‌آوری اطلاعات پوشش لازم دارد چه در داخل چه در خارج ما یک مامور اطلاعاتی را نمیفرستیم آلمان یا آمریکا بگوید من از وزارت اطلاعات هستم پوشش کار بازرگانی یا خبرنگاری لازم است وزارت اطلاعات پوشش لازم داره برای جمع آوری اطلاع چه در داخل چه در خارج یعنی مثلا ما که یه مامور اطلاعاتی نمیفرستیم به فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا بری که خب من از وزارت اطلاعات هستم لطفا اطلاعاتتون رو بنده بدید در پوشش کار تجاری کار بازرگانی یا پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری خب خبرنگارا خیلی هاشون عوامل مثلا در آمدی که نداره یه خبرنگاری باید, باید, باید سه <applause> با یه سرویسی خیلی شوخی مگرم هوا با شرافت قلم بالاتر از این <applause> حفاظ شما من قبول دارم ولی بالاخره این این پوشش لازم داره می شود که در همه پوشش ها ما هستیم این اطلاعات می دستت باشه دستت پوشش بوده اینا پوششه پس این یه بخششه در توییت های افشا شده رژیم علیه مجاهدین دست کم از هفتاد هشتگ استفاده شده است رژیم متناسب با فعالیت های مقاومت و متناسب با نیازهایش در هر مقطع حساب ها و هشتک های مختلفی را تولید کرده است. به عنوان مثال، هشتک های بن ترور ارگ، سازمان تروریستی را ممنون کنید، بن امیکی، سازمان مجاهدین را ممنون کنید، ایران هیت امیکی، ایران از سازمان مجاهدین نفرت دارد و نو تو امیکی، نه به سازمان مجاهدین، قبل از برگزاری گرد همایی های سالانه مقاومت، توسط ماشین سایبری رژیم تولید شده بود رژیم در بسیاری موارد تلاش میکرد چنین وانمود کند که این هشتک ها توسط کاربرانی تولید شده است که هم با رژیم و هم با مقاومت ایران مخالف هستند این همان ترفند مرسوم اطلاعات و سپاه سایبری آخوندها و مزدوران و سلول های خفته و بیدار نظام برای ردگم کردن و این ادعاست که گویا مجاهدین بی حساب و کتاب هر کس را که مخالف آنها باشد اطلاعاتی قلم داد می کند. رژیم آخوندها علاوه بر شبکه خبرنگاران دوست و مزدوران لو رفته و پیشانی سیاه به طور تمام عیار، ماشین سایبری خود را بر روی مجاهدین و قرارگاه اشرف سه در آلبانی فعال کرده است. همانطور که مسئولان مؤسسه توییتر در 25 مهر 17 اکتبر 2018 اعلام کردند عملیات اطلاعاتی و رفتار هماهنگ شده دروغ پردازی تمام نشده است رژیم آخوندی برای ادامه سلطه ننگین خود و به منظور زمین سازی های تروریستی از هیچ گونه فریب و تقلب و سوء استفاده از شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات اینترنتی فروگذار نمی کند. هنوز بخش اعظم حسابها و صفحات و سایت رژیم و پاسداران و شکنجگرانش که خود را کاربران معمولی یا مخالفان رژیم جا زنند به کار مشغول است. دست آلوده و ننگین فاشیسم دینی باید از فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همچنین از گوگل و ویکیپدیا کوتاه شود. حساب های تولید شده توسط رژیم آخوندی تحت هر نام و هر عنوان باید افشا و بسته شود. نباید اجازه داد رژیم ملایان اینترنت را برای زمین سازی تروریسم و اهداف ضد انسانی به کار بگیرد. خبرگزاری رویترز نیز در یک گزارش ویژه از لندن و واشنگتن درباره کارزار اطلاعات گمراه کننده در سطح جهانی از جانب رژیم ایران که در تاریخ هفت شهریور 97 تحت عنوان عملیات نفوذ رژیم ایران بزرگتر، مستمر و جهانی می شود اعلام کرد یک عملیات نفوذ رژیم ایران برای هدف قرار دادن کاربران اینترنت در سراسر جهان را پیدا کرده است که به طور قابل توجهی بزرگتر از آن چیزی است که قبلا مشخص شده بود. این شامل شبکه گسترده ای از وبسایت های ناشناس و حساب های رسانه های اجتماعی به یازده زبان است. فیسبوک و شرکت های دیگر در هفته گذشته اعلام کردند که چندین حساب رسانه های اجتماعی و وبسایت هایی را پیدا کردند که بخشی از یک پروژه ایرانی هستند که مخفیانه بر افکار عمومی سایر کشورها تأثیر می‌گذارند. اکنون تحلیلگران رویترز ده سایت دیگر و ده ها حساب رسانه های اجتماعی را در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب شناسایی کردند. شرکت امنیت سایبری مستقر در ایالات متحده فایر آی و شرکت اسرائیلی کلیر اسکای بر پایه بررسی یافته های رویترز اعلام کردند شاخص های فنی وبسایت های تازه شناسایی شده و حساب های رسانه های اجتماعی وابسته به IUVM اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی قسمتی از همان کارزار و بخشی از همان سایت هایی بودند که هفته گذشته توسط فیسبوک و توییتر بسته شدند. IUVM که محتوای رسانه های دولتی ایران، و دیگر رسانه هایی را که در راستای منافع دولت تهران است به اینترنت ارسال می کند، اغلب منبع اصلی اطلاعات را مخفی می کند. این منابع شامل پرس تیوی، خبرگزاری فارس و تلویزیون المنار مربوط به الله لبنان می شوند که مورد حمایت رژیم ایران است. این شبکه گسترده از اطلاعات گمراه کننده نشان می دهد که چگونه چندین گروه وابسته به حکومت ایران برای اخفال کاربران و برنامه های خود از رسانه های اجتماعی بهره می گیرند و این برای شرکت های فناوری بسیار سخت است که از دخالت سیاسی در سیستم عامل خود محافظت کنند.